افرادی مثل مصباح یزدی چطور توجیه میکنن، چطور توضیح میدن این حکومتی میخوان بسازن، یعنی چه میگن؟ چون به هر حال اینها ظاهرا به رأی مردم متکی هستند. همین انتخابات اخیر هم تمام افتخارشون این بود که ما اینقدر رأی آوردیم و اینکه خود شخص آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم این رأی رو رأی به نظامش میدونه. والا سخته که انسان توی ذهن این افراد بره و یک تئوری منسجمی از او بیرون بیاره. اونطوری که من درک میکنم امثال آقای مصباح و همفکرانشون به دنبال بنا کردن یک جامعه دینی هن، یک جامعه ایمانی هن و قدرت رو میخوان به استخدام بگیرن تا اینکه به اون هدف برسن که یک جامعه پاک خالصی که جمع مؤمنان در اون زندگی بکنند رو فراهم آورن. اما اینکه آیا چنین چیزی شدنی است یا چنین چیزی شدنی نیست، این همون مطلبی است که ظاهرا از ذهن اینها غائبه و در واقع خلل می افکند در پروژه اینها. ملاحظه کنید من در تئوری با حکومت دینی مشکلی ندارم، اما اونچه که در اشکال پیش میاره در عمل حقیقتش. بالاخره کمونیست‌ها هم قدرت رو می‌خواستن برای پیاده کردن کمونیسم، فاشیست ها هم قدرت رو میخواستن برای پیاده کردن فاشیسم، لیبرال ها هم قدرت رو میخوان برای به اصطلاح پیاده کردن لیبرالیسم. برای اینکه شما یه ایده ای داشته باشید پشت گرفتن قدرت مشکلی نیست، اما مشکل این استش که آیا راه و کارش رو، ساز و کارش رو هم پیدا کردید یا نه، به تناقض های عملیش هم اندیشیدید یا نه. به نظر من ممکنه شما یه حکومت فاشیستی بنا کنید، ممکنه یه حکومت دیکتاتوری، اما یک حکومت دینی نمیتونید بنا بکنید. نه اینکه در تئوری نمیتونید فکرشو بکنید، در عمل نمیتونید رو اجرا بکنید. چرا؟ به دلیل اینکه در اینجا با یک تناقضی روبرو میشید، از جنس همون تناقضهای عملی که سعدی خیلی به اونها علاقه من بود. میگفت گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. ببینید در تئوری آدم میگه خب خیلی خوبه، ولی در عمل گفت بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. شما با قدرت نمیتونید ایمان بسازید، مشکل اینه. میتونید با قدرت خیلی چیزای دیگه بسازید، اما با قدرت نمیتونید ایمان بسازید. از اول انقلاب مطرح بوده همین بحث، شما به همون اوایل زمان حیات خود آیت الله خمینی هم میتونه اطلاق بشه. بله 100%. من میخوام بگم پس به این نتیجه میرسیم اصولا تشکیل یک حکومت دینی از اولش اشتباه بود. یعنی به نظر من اشتباه به این معنا که در جامعه فقهی شما ممکنه بنا کنید، حکومت فقهی میتونید بنا کنید. اتفاقا اون چیزی که حضرات به دنبالشن بنا کردن حکومت فقهیه، با زور و با استبداد میشه حکومت فقهی بنا کرد، ولی ارزشی نداره. تبدیل میشه به یک زد و خوردهایی، بستن و گرفتن و سنگسار کردن و دم مطبوعات رو بستن و امثال اینها. اما حکومت ایمانی مثل حکومت عشقی میمونه. شما قدرت رو به دست بیارید برای اینکه یک جامعه از عاشقان پدید بیارید. اصلا نشدنیست. با زور بیشتر نفرت و کینه میشه تولید کرد تا عشق. با زور بیشتر بیدینی میشه تولید کرد تا دینداری و ایمان. این همون تناقضی است که در عمل وجود داره که به نظر من آقایون از او غافلن. و اتفاقا تجربه حکومت دینی در جامعه ما خیلی خوب این رو نشون داده که آقایون هرچی بر اجرای احکام فقهی، خصوصا این احکام جزایی، پافشاری بیشتر میکنن و شیپور رو اثر گشادش میزنن، از اون طرف فرار مردم از دینداری و ایمان بیشتر میشه. یعنی خلاصش من میخوام بگم در عرف اطلاق و استعمال آقایون وقتی میگن حکومت دینی، غرضشون حکومت فقهی است. این به نظر من میشه با زورم میشه، اما هیچ بهایی نداره. آقای سروش واقعا همینه یا اینکه قدرت فقط؟ یعنی اینکه کسانی ممکنه در قدرت میخوان بمونن به هر قیمتی براش جامعه دینی و فقهی میسازن، اینم ممکنه باشه. بله ما بنا رو بر حسن نیت میذاریم، ما حمله به احسن میکنیم، حمله به صحت میکنیم. و الا اگر که بخواهیم که از دید دیگری نگاه کنیم، قطعا در مواردی همینطوره. یعنی یه قبای دیگری براش میسوزند، میدوزند، تزیین میکنن برای اینکه در چشمها آراسته باشه و مطبوعیتی پیدا بکنه. و الا متاسفانه قصه قدرت همه جا قصه یکسانیست، مخصوصا حکومت و قدرت مطلقه. قدرت مطلقه همونی که اون فیلسوف انگلیسی گفت واقعا فساد میاره و
این به دست دینداران باشه به دست غیر دینداران باشه. حالا غرض من این استش که دو تا دلیل، دو تا مشکل عملی در روزگار حاضر وجود داره که یک حکومت ایمانی رو از تشکیل شدن مانع میشه. یکیش همین که عرض کردم که اصلا یک تناقضی است، شما با قدرت نمیتونید ایمان یا عشق به وجود بیارید، با قدرت خیلی کارهای دیگه میتونید بکنید اما این یکی رو نمیتونید. دوم اینکه حکومت دینی اساسا حکومتی است که بر تکلیف بنا شده، در حالی که روزگار ما روزگار حق مداریه. یعنی خیلی این نکته مهمی است. من میخوام بگم حکومت جمهوری اسلامی قدر آناکرونیسم نابهنگامی داره، در دورانی پدید آمده و بر مفاهیمی تکیه میکنه که این مفاهیم دیریس مورد سوال و تشکیک قرار گرفتن. بشر جدید بشر حقوق مدار، یعنی به دنبال حقوق خیشتن و اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر در این دوران نوشته شده و چشم ها به این باز شده و یک ایده محوری است که همه قانون اساسی ها حول او نوشته میشن، در حالی که اندیشه دینی علل اصول در همه ادیان و مخصوصا در اسلام بر تکلیف مبتنی است. من نمیگم که تکلیف رو باید فرو نهاد و تکلیف امر بی‌معنایی است، اما یه وقت است که تکلیف رو در سایه حقوق معنا می‌کنیم، یه وقتی که حقوق رو در سایه تکالیف، یه وقت تقدم رو به این می‌دیم، وقت تقدم به اون می‌دیم. در حکومت دینی تقدم با تکالیفه. در گذشته مردم تکلیف اندیش بودن و حکومت‌های دینی می‌تونستن رضایت مردم رو داشته باشن چون هم فکر بودن. اما ولایت فقیه حکومت دینی به معنای حکومت فقهی، چون یک حکومت تکلیف اندیشه با اندیشه جدید که حق مداری است در عمل تعارض پیدا می‌کنه. من الان ببخشید در جامعه خودمون این رو به خوبی دارم می‌بینم. ببین انتخابات اصلا یه عمل حق طلبان است به معنای سیاسی جدید کلمه. حق بنده است که رأی بدم، حق بنده است که کسی رو به ریاست جمهور یا به نمایندگی مجلس بگمارم. وقتی که این حق رو از من سلب کنن من صدام در میاد. این میشه یک حکومت حق طلبانه. حتی من میخوام بگم در وضع کنونی در ایران اتفاقی که در انتخابات افتاد خیلی هم جالب بود، چون یه معنای ویژه از دموکراسی رو هم اونجا نشان داد. چون همطور که میدونید بنابر رأی پاپر در دموکراسی ها مسئله این نیست که شما کسی رو نصب کنید، مهمتر اینه که بتونید کسی رو عزل کنید. مردم در واقع عزمشون رو جزم کرده بودن که آقای احمدی نژاد رو عزل کنن و این یکی از اون نمودهای بارز دموکراسی و جمهوریت و کشور ما بود که متاسفانه موانع آمد و این رو سد کرد. بسیار.